اما ویدیویی از سخنرانی حدوداً 18 ماه پیش عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به تازگی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که بازتاب گسترده‌ای هم در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی داشته. تو اون سخنرانی مربوط به سال 1400 عزت‌الله ضرغامی گفته شهر پاسارگاد به خاطر مقبره کوروش گرفتار شده و مردم نمیتونن ساختمان بلند بسازن، چاه بزنن، کشاورزی کنند و دکل بزنند. وی گفته بزرگترین گرفتاری ما که همه دستگاه‌های دولتی با اون مواجه هستند بحث حریم آثار تاریخیه که باید برای اونها تصمیم‌های انقلابی تری گرفته شه. من این مشکل رو حل میکنم و زیر میز میزنم. مهمترین گرفتاری ما که من میدونم همه دستگاه‌ها باش مواجهن و یه تصمیم انقلابی تر باید بگیریم، به قول معروف زیر میز بزنیم، مسئله حریم های ماست. همه جای این استان مشکل دارن. جناب رئیس جمهور هم تأکید کردن. یعنی ما یه قانون هایی داریم به درستی یه منطقه وسیعی رو حریم قرار میدیم، اجازه ساخت و ساز نمیدیم. یعنی اگر روستای اونجا هست، چون اینا همه با من صحبت کردن، اون روستایی میگه فلانی پسر من ازدواج کرده، میخوام اینجا کنار طویله خودم یه دونه اتاق دیگه هم بسازم، پسرم بمونه اینجا، نره شهرستان، نره شهر که بخواد کارهای دیگه بکنه، نمیتونه بکنه. یعنی ما نمیذاریم، ما اجازه طبقات نمیدیم. امروز پاسارگادیا بیچاره کردن ما رو. معمولا پاسارگاد چون به نام کوروشه فقط به این نمادا بحث میشه. خود شهر پاسارگاد یه جایی است گرفتارن، مردم زیاد، کشاورزی، همه اونا به خاطر مقبره کوروش، به خاطر قانونی که ما داریم اصلا نمیتونن ساختمونشون رو دو طبقه بکنن، اصلا نمیتونن کشاورزی درست بکنن، نمیتونن چاه بزنن، نمیتونن دکل بزنن. من نمیخوام وقتتون رو بگیرم، من باید این مشکل رو حل کنم. اظهارات ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی که متولی حفظ آثار تاریخی، در حالی بیان میشه که پاسارگاد در فهرست آثار تاریخی جهانی یونسکو ثبت شده و برای همه آثار باستانی محدودیه حریم به عنوان یک استاندارد جهانی مطرح میشه. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی سخنان رو مقدمه‌ای بر سیاست‌های دولت برای نابودی آثار تاریخی همچون پاسارگاد عنوان کردن. در سال‌های گذشته هم به خاطر ساخت یک برج مرتفع‌تر از بلندترین نقطه میدان نقش جهان اصفهان توسط سپاه پاسداران، میدان نقش جهان در فهرست میراث در خطر یونسکو قرار گرفت.